آنقدر ارزش داشت که برای دیدنش 200 کیلومتر از اهواز به سمت بهبهان برویم. خاله نوبر را میگویم. از آن صبح چی برسم؟ خب آمده نماز کنم. صبح چی برسم؟ ای نام تو بهترین سر آغاز، بی نام تو نامه چی کنم باز؟ تجسم واقعی شخصیت‌های خیالی که یک تنه چند کار را انجام می‌دهند روبروی من نشسته بود. سری ایرم گاهل می‌دوشم. به گاوداریش که می‌رود یک تیر و دو نشان است. هم احوالات همسر سخت کوشش را جویا می‌شود و هم به کارهایش می‌رسد. چقدر بهش میگم با دست به کسی کارا دیگه خستگی داره دیگه من باید ادامه بدم. خسته نباشه آقا یان جب سر دارم باید درد میده برم بیاره هر موقعی ترسته اونایی چی دوستم دارن تشویق میکنن اونایی چی خونه حرف میزنه شلخته شده پیرزن شده میگم نه اصلا خیلی زحمت کشیدشون برای من هم بچه برای من بزرگ کرد هم تربیت کرد هم کار برای من انجام داد ازش راضیم کارش در گاوداری که تمام شد برای توزیع غذا به خانه برمیگرد سلام خاله نوبر مصداق کلام حق است که بعد از هر سختی آسانی است یعنی سختی هایش را هم کشیده هیچ سمپیل نکشه هیچ صبح زردالوی سیدم تا ساعت 12 به زبون روزه به سم شیری دادم کولر نداشتم لاشتان کولر نداشتم فقط پنجه مردی شده نامید بشی اصلا هیچ زمان با خدا نامی نیومیدم عجب به یه سی شیچه از خرد رو شروع کنم به یه سی بیار بعد از کمی استراحت ظهرگاهی راهی باغ می شود الله محمد و آل محمد هزار ماشاءالله هزار ماشاءالله هر کاری ما بخواهی میکنیم از خودش سلام یاریم خیلی دوستش دارم دارم از ته قلبه از ته قلبه حالا دوش به دوش همه بچه ها هر کاری باشه گاوداری، باغداری، کشاورزی هر فعالیت دیگه انجام میده هیچ خستگی نداره سرمایه داشتید؟ به والله هیچ نداشتم شعار نیست؟ نه خدای شاهد اجرا من صبح چی برسو میگم خدای توکل به تو با خدا الان یه حتی یه انگشتری از سر دستم نیست این سال تا او سر فقط یه چربله ای رو با وای مرشدی از سبزیجات و انجیر و توت گرفته تا پیاز و آفتابگردان و بامیه در زنجیره تولید این شیرزن جای داره در روزمرگی های امروزی زندگی خاله نوبر و خانوادهش مثال زدنی است چرا که اقتصاد و معیشتشان لنگ اقتصاد دولتی نیست و فارغ از هر شعاری تولید و اشتغال در حال انجام است مهدی محمودی خبرگزاری صدا و سیما شهر منصوریه بهبهان